قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. سروران گرامی و عزیزان محترم، در دنیایی که من و شما زندگی می کنیم، گرچه این دنیا جای همیشگی و ابدی نیست، دار فانی هست، داری هست و جایی هست که همه انسان ها باید روزی با دنیا خداحافظی بکنند و ترکش کنند و وداع کنند و همه این مطلب را می دانند، همه به این نکته پی بردند، مسلمان و کافر، هر انسانی که دارای هر اعتقادی هست، دارای هر دیدگاهی هست، این مطلب را متوجه است که باید روزی از این دنیا رخت سفر ببندد و زندگی که در دنیا دارد زندگی همیشگی نیست، زندگی موقتی هست، زندگی چند سالی هست. اما با وجود این علم و با وجود اینکه همگان این مطلب را می دانند، هر کس به دنبال این هست که در همین چند روز و در همین چند سالی که در دنیا به سر میبرد راحت زندگی بکند، زندگی داشته باشد که در این زندگی آرامش داشته باشد، آسایش داشته باشد، مشکلاتی داشته نباشد، رنج تحمل نکند. و بعد برای اینکه انسان به راحت برسد، برای اینکه انسان اون اسباب راحت را برای خودش فراهم بکند، هر انسانی بر اساس دیدگاه خود و بر اساس فکر خودش، چون که راحت را در یه چیزی معتقد است، لذا به دنبال اون می رود. یک کسی معتقد است راحتی و آسایش و آرامش در اندوختن مال و متاع است، لذا شب و روز به دنبال او است. کسی دیگر معتقد است که راحتی و آسایش در پست و مقام و ریاست و کسب مناصب هست، لذا شب و روز به دنبال او هست. اما عزیزان و سروران، اگر کوتاه عرض بکنیم و مختصر عرض بکنیم، اون ذاتی که خالق انسان هست و اون ذاتی که انسان را آفریده و اون ذاتی که بعد از خلق انسان نسبت به تمام مسائل انسان از خود انسان عالمتر هست و داناتر هست، اون ذات، ذات رب العالمین در کلام زیبای خودش اسباب راحت را و اسباب آرامش را، اسباب آسایش را برای ما بیان فرموده، توسط کلام الله مجید، توسط رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و توسط انبیاء علیهم السلام. لذا مسلمان، مسلمانی که به دنبال راحت است در دنیا، مسلمانی که به دنبال آسایش است در دنیا، به فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم توجه کند، ببیند که
آنچه که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مایه راحت و اسباب راحت میداند اون چه چیزی هست؟ اسبابی که در قرآن و سنت بیان شدند عزیزان فراوان هستند، زیاد هستند، اما یک مطلب را و یک سخن زرین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را برای سخن امروز انتخاب کردم و اون این هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به امتش، به پیروان خودش، به مسلمانان می فرماید که انظر الى من هو اسفل منكم ولا تنظر الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدر نعمت الله. ای مسلمان، ای پیرو رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگر میخواهی راحت داشته باشی، اگر میخواهی قلق و استراب و پریشانی داشته نباشی در زندگی دنیا، در کارها و امور دنیا، بالخصوص در باب نعمتهای مادی الهی، به کسی نگاه کن که پایین تر از تو هست، اون کسی را زیر چشم بگیر و زیر نظر بگیر که از تو در مرتبه پایین تر و کمتری قرار دارد. این حدیث صحیح مسلم است. و نگاه نکن به اون انسانی که از تو برتری دارد، ما فوق تو است، از تو خداوند عزوجل به او بیشتر داده. چنین انسانی را مورد مطالعه قرار نده. اگر میخواهی راحت داشته باشی، اگر میخواهی آسایش داشته باشی، چون که اگر انسان به اون کسی که مافوق هست، به اون کسی که برتری دارد از نظر مال و دنیا، به اون کسی که خداوند به او بیشتر عنایت کرده، اگر انسان او را مد نظر داشته باشد، خب انسان خود به خود حرص پیدا میشه در وجود انسان، انسان حریص میشه، انسان به این فکر میفتد که چرا اون انسانی که مثل من انسان است، دارای فلان نعمت است، دارای فلان امکانات است، دارای این مال و متاع است و من دارای اونها نیستم. لذا خود به خود این حرص را در انسان ایجاد می کند و حرص هر وقتی که ایجاد بشه حسد ایجاد میشه، حسد که ایجاد بشه بغض پیدا میشه، بغض که پیدا بشه عداوت و دشمنی ایجاد میشه و انسان بعد از اون آرامش ندارد، آسایش ندارد، همیش پریشانه، با قرص خواب هم خواب نمی رود. اما وقتی که انسان نگاه بکند به اون انسانی که کمتر دارد، خداوند عزوجل به او چیزی نداده، اون وقت این انسان خود به خود در دلش یکی از صفات خوب که تنها اسباب راحت در این باب اون صفت است، اون صفت چیه؟ قناعت. در دل انسان قناعت پیدا میشه. قناعت معنیش چیه؟ معنیش اینه که اون چی که خداوند عزوجل به انسان داده به اون خوش است و راضی هست، به اون انسان اکتفا می کند. وقتی که قناعت در دل انسان پیدا بشه، انسان راحت می خوابد، انسان آرام می گیرد، انسان راحت میشه. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه یکی از تابعین یا تبع تابعین هست، از هم عصران امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است و شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم در بعضی روایت هاست. عبدالله ابن مبارک انسانی بود که ادوار و زمانهای مختلفی را سپری کرده بود و گذرانده بود. یک زمانی بود که عبدالله ابن مبارک یکی از متمولین، انسانهای مترفع، انسانهایی که همیش در رفاه و در عیش و عشرت و خوشی میگذران، یه زمان جز اون انسانها بود. باغهایی داشت که باغهای عبدالله ابن مبارک ضرب المثل بود. هر وقتی که میرفت و میخواست که
سیری بکند و سفری بکند و تفریحی داشته باشد. در یکی از باغها تمام اطرافیان جمع می شدند و علاوه از خوردنی ها کباب و رباب و موسیقی و رقص و تار و ستار و این همه را عبدالله ابن مبارک شخصا خودش می نواخت. چنین مجالسی داشت، اما خداوند عز و جل از آنجا که مقدر کرده بود این انسان را هدایت کرد و این انسان واقعیت را دید که اون قصهش خودش جداگانه هست، وقت ایجاب نمی کند به اون سمت برم. اما عبدالله ابن مبارک می فرماید که من دو دور داشتم، یک دور و یک زمان. اون زمان من بود که من با انسانهای بالا بالا، انسانهای بزرگ از نظر سرمایه و مال و دولت با اونها رفت و آمد داشتم و اون روزها بدترین روزهای زندگی من بودن. با وجود اینکه همه چیز داشتم هیچ کمی و کوتاهی از نظر مال و ثروت نبود، اما چیزی که مرا زجر میداد این بود که من بهترین مرکب را، بهترین سواری را برای خودم خریداری میکردم، ناگهان میدیدم که کسی دیگر هست که از من بهترش را دارد. میرفتم به بازار تلاش میکردم بهترش را بخرم، بهترین لباس را من میپوشیدم، میدیدم کسی دیگر از من لباس بهتری پوشیده، اون کسانی که من باشون رفت و آمد داشتم. خیلی مرا این نکته زجر میداد و من سعی میکردم که لباسی داشته باشم که کسی بهتر از اون لباس داشته نباشد. من سعی میکردم اون چادرهای را استعمال بکنم، اون خانه ای را و ساختمانی را داشته باشم که کسی داشته نباشد. زمانی میدیدم که کسی دیگر از رقیبان من، کسی دیگر از اون اقران و هم اسران من داشتند، این مسئله برای من زجرآور بود. خواب از من می پرید، آرامش دور می شد، نگران می شدم و به دنبال این بودم که برم از او سبقت بگیرم. می فرمای یک زمانی چنان زمانی بود. عرض کردم این همون زمانی هست که انسان نگاه بکند به مافوق خودش، به اون کسی که بالاتر از انسان هست. اما می فرماید بعد از اینکه خداوند عز و جل همه چیز را به من نشان داد و من رفت و آمدم و نشست و برخواستم با اون انسانهایی بود که از نظر مال و منال در سطح پایین تری از من بودند، این زمان بهترین زمان زندگی من بود. هرگاه که من اونها را می دیدم که اون چی که خداوند به من داده به اونها، اون چی که اونها دارن من دارم و بهترش را هم دارم، لذا جای شکر بود، قناعت می کردم، خوشحال بودم، راضی بودم، هیچ پریشانی در وجود من نبود. لذا عزیزان یکی از نسخه های راحت و یکی از اون نسخه هایی که برای هر انسان بالخصوص انسانی که در محیط تجارت است، در محیط بازار است، در محیط دنیا است، که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به عنوان اسباب راحت معرفی می کند، این قناعت هست. قناعت عرض کردم معناش این نیست، در دین اسلام هم تعلیم به روحانیت تعلیم داده نشده که انسان از همه چیز کنار بکشد و برود هیچ چیزی داشته نباشد، نه خیر. این مطلب را اگر بعضی فهمیدند خلاف فهمیدند. انسان از نعمتهای الهی استفاده بکند، بهره بگیرد، بدون این امکانات دنیوی زندگی ممکن نیست. انسان اونها را اختیار بکند اما محبت اونها را در دل نداشته باشد. انسان اون چی که خداوند عزوجل به انسان داده عنایت کرده داشته باشد اما به اون قانع باشد، به اون راضی و حریص نباشد. حرص بدترین مریضی است. عرض کردم تمام مشکلات و تمام اضطرابات و تمام نگرانی ها به سبب حرص است عزیزان. وقتی که حرص همونطور که عرض کردم پیدا میشه، انسان حسود میشه، میبیند چرا اون دارد من ندارم، چرا اون بهتر است، مرکبش، سواریش، ماشینش، ساختمانش، لباسش، مغازهش، تجارتش، همه چیزش رونقی بیشتری دارد. این حرص است. وقتی که این صفت در وجود انسان بیاید، انسان حسد پیدا میشه در وجود انسان. حسد که پیدا شد، بغض و
عداوت و دشمنی پیدا میشه، اون وقت انسان برای به دست آوردن این مقام و برای اینکه انسان او را به زمین بزند دست به هر کاری میزند. انسان اون وقت جایز و ناجایز سرش نمی شود. اون وقت برای انسان دزدی، مال حرام، گروگانگیری، قتل، آبروریزی، همه چیز برای انسان آسان می شود. اینها تمام این امراض بر می گردد به حرص. اما اگر قناعت باشد که دو چیز، شیخ سعدی رحمت الله علیه در یک واقعی که اگر فرصت باشد واقعی را عرض می کنم، دو چیز انسان را، شکم انسان را سیر می کند. می فرماید یا خاک یا قناعت. یا انسان قانع باشد به اون چی که خداوند داده اکتفا بکند و قناعت نسخهش همین که عرض کردم، یا اینکه انسان مگه بمیرد و خاک بشه. در روایتی هم داریم که لا یملو جوف ابن آدم الا التراب، شکم فرزند آدم را بغیر از خاک چیزی دیگر سیر نمی کند و پر نمی کند. و اون کسانی که به دنبال، اون کسانی که مریضی حرص در اونها است، به دنبال اندوخته کردن هستند، شب و روز به دنبال این هستند که بیشتر جمع‌آوری بکنن، بیشتر داشته باشند و زیاده طلبی، مریضی زیاده طلبی در اونها است، الله عز و جل به وسیله همین دنیا، به وسیله همین مال، به وسیله همین ثروت اونها را عذاب میده. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا. خداوند عز و جل همین دنیا اونها را در دنیا عذاب میدهد. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه از بزرگان ما جریانی را تعریف کردن که یک تاجر یهودی، یک سرمایدار یهودی که بسیار سرمایه داشت و انبارهایی داشت، انبارهای پر از بهترین مالهای ارزشی و قیمتی، پر از طلا و نقره، می فرماید که روزی می خواست برود ببیند که آیا این نگهبان و این امینی که گذاشته آیا واقعا امانت دارد یا خیانت. کلیدی که خودش داشت با اون کلید در انبار را باز کرد و داخل رفت یواشکی بدون اینکه نگهبان را خبردار بکند. داخل رفت، از انبارهایش، از اون ثروتها و سرمایه‌هایی که خداوند تعالی به او داده بود بازدید میکرد و نگاه میکرد. این نگهبان بیچاره دید در بازه، فکر کرد که لابد فراموش کرده در را ببندد، فورا رفت در را قفل زد و برگشت. اون بنده خدا بعد از اینکه بازدیدش تمام شد، اون تاجر یهودی میخواست بیا بیرون، دید در قفله. هرچی در زد، هرچی داد و فریاد زد، کسی صدایش را نشنید، تا اینکه اونجا ماند، اون روز ماند، شبش را ماند، روز بعد از گرسنگی همونجا جان داد. فرمود که این همه مال و دولت و ثروت پیشش بود اما از گرسنگی مرد. بعضی ها را توسط همین دنیا، توسط همین مال ما عذاب می دهیم. لذا عزیزان محترم، این نکته بسیار مهم است که حرص و حریص بودن و زیاده طلبی و افزون طلبی، این مریضی، مریضی بدی از خود نعمتهای الهی، اون چی که خداوند تعالی به یک انسان بدهد اون بد نیست. و قناعت هم این نیست، قناعت در واقع یک صفتی هست. عرض کردم وقتی که انسان به تعلیمات رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مراجعه بکند و به اونها عامل باشد، اون وقت قناعت نصیبش میشه. نه اینکه انسان بگه من دست از کار میکشم، بعد از این مرحله من میرم و قناعت را حاصل میکنم. شیخ سعدی رحمت الله علیه واقعی نقل کرده در گلستان خودش، میفرماید که من یه شبی رفتم پیش یک تاجری و اونجا برخورد کردم به خانهش و شب اونجا ماندم. و وقتی که هم نشین او شدم و سر سفره او، دیدم که این بنده خدا اینقدر خدا بهش داده که مالها، حساب مالهای خودش را نمیداند. اما وقتی که مرا دید گفت خیلی دوست دارم که من قناعت را اختیار بکنم، بشینم دیگه کاری به دنیا داشته نباشم، اون چی که خدا داده اونها را بخورم، راضی باشم و بیشتر از این دنبال دنیا نباشم، فقط یک سفری دیگه دارم. دعا بکن که در این سفر من با موفقیت
این سفر را طی بکنم و با موفقیت برگردم، بعد از این انشاءالله من میشینم و قناعت میکنم. شیخ ساری رحمت الله علیه میفرماید من به او گفتم که سفرت کجاست و سفرت چه زمانی است؟ گفت که من شنیدم که قالین های فارسی را و ایرانی را در چین خیلی اونجا ارزش دارم، من تصمیم دارم یک بار قالین از ایران بردارم و ببرم چین، اونجا بخواهم اینها را به فروش برسانم و بعد از اینکه اونجا پول گرفتم با پول اونها ظرف های چینی خیلی ارزش دارن، ظرف چینی بگیرم برم روم، اونجا روم اونها را به فروش برسانم و از روم چادرها و لباس های رومی بسیار ارزشمندن. و فرمود که از روم من بردارم و لباس‌های رومی را ببرم به هندوستان، هندوستان به فروش برسانم و در هندوستان فولاد بگیرم، فولاد هندوستان خیلی در شام به هر حال خرید دارد، از هندوستان فولاد بگیرم ببرم به حلب شام و اونجا فولاد را به فروش برسانم و از حلب شام با اون پول شیشه بگیرم و ببرم به یمن، یمن چادرهای خیلی خوبی دارد و با اون پول از یمن باز چادر بگیرم بیارم به فارس، همین یک سفر تمام بشه بعد از اون میشینم قناعت میکنم، یعنی تمام دور دنیا بگردد بعد از اون میشیند. این همین حالی هست که ماها همه داریم، جای خنده هم ندارد. هر انسانی پیش خودش فکر بکند، هر انسانی این تمناها را در ذهن خودش دارد. شیخ سعدی رحمت الله علیه میفرماید آن شنیدستی که در صحرای غور بار سالاری بیفتد از سطور، میفرماید که شنیدی که در صحرای غور یک سالاری، یک سرمایه داری، یک تاجری بارش از شتر افتاده بود، خودش یک جای افتاده بود مرده بود و شترش هم اونجا در اون بیابان مرده بود و اونجا با زبان حال میگفت، گفت چشم تنگ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک غور، یا خاک گور. پس عزیزان اگر قناعت انسان میخواهد، این نیست که انسان بگه بعد از این مرحله، بعد از فلان سفر، بعد از فلان تجارت، قناعت اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید انظر الی من هو اسفل منکم، ببین اون که پایین تر است از تو، اون که چیزی ندارد به اون خداوند عزوجل چقدر عنایت کرده، اون را نگاه کن، شکر خدا را به جا بیار، قناعت حاصل میشه. و در آخر یه حدیثی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود من اصبح منکم آمین فی سر بهی، هر کسی که صبح بکند و اون جای خوابش و در اون خانهش ایمن هست، هیچ خطری، هیچ دشمنی، هیچ وامداری او را تهدید نمی کند، معافن فی جسدهی و از نظر جسمی هم مشکل ندارد، مریضی ندارد، سختی دشنی نیست و عنده قوت یومه، به نزد او فقط به اندازه یک شبان روز غذا دارد، خوراکی دارد، به اندازه شب گذرانیدن چیزی دارد، فکأنما حیزت له الدنیا، این وام دنیا را برای او جمع‌آوری کردم. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم نیست که فرداش زنده بماند یا نه. لذا عزیزان انسان نباید، عرض کردم اگر خدا مال داد از مال استفاده بکند، اما نباید غم داشته باشد، نباید جوش بزند، نباید به این فکر باشد که حال برای 10 سال آینده چیکار بکنه، اینقدر نباید حریص باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ضمن اینکه به صحابه اجازه میدادند که از نعمتهای الهی استفاده بکنند، اما فکر دنیا، فکر آخرت و ذکر آخرت را همیشه در گوششون میخوان. حدیثی در صحیح مسلم هست که حضرت ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه یک روز گرسنگی اونها را از خانه بیرون کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خارج شدند، عین زور هم گرسنه بودند، دیدن ابوبکر و عمر در خارج از خونه های خودشون و بیرون هستن، گفتن چه خبره، شما چرا اینجا آمدید؟ گفتن ما اخرجنا الا الجوع، یا رسول الله بغیر از گرسنگی چیزی دیگه باعث نشده، گرسنگی باعث شده که ما از خانه بیرون آمدیم، چیزی در خانه نیست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این دو یار خودشون را برداشتن، گفتن من دوستی دارم، یه صحابی باغی دارد پیش او میریم مهمانش میشیم، رفتند اونجا در باغ اون صحابی، اون صحابی اونجا نبود، همسرش اونجا بود، وقتی که دید رسول الله آمده به بزرگترین افتخار برای اونها بود، فوراً گوسفندی را برداشت که برای رسول الله ذبح بکنن، اهلیش آن حضرت صلی الله علیه وسلم دستور دادن مبادا گوسفند شیردهی را نکشید، لذا گفتن یا رسول الله شیردهی نمی کشیم، گوسفندی کشتن، اون صحابی هم آمد کباب درست کردن و
برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم خرما آوردند، در زیر سایه اون درخت آب سرد، خرما، کباب. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ضمن اینکه از این نعمت دنیا، از این نعمت الهی استفاده کردن، به ابوبکر و عمر رضی الله عنهما گفتند لا تسالن یومئذ عن النعیم. از این نعمت ها، از این نعمت هایی که خداوند عزوجل به ما داده، روز قیامت سوال خواهد کرد. مطلب این نیست که این ناجایزه، مطلب این نیست که انسان استفاده نکند، ورنه اگر ناجایز بود آن حضرت نمی خوردن. منظور اینه که خداوند عزوجل به انسان نعمت داده، انسان از نعمت الهی استفاده بکند، اما به فکر آخرت هم باشد، فقط به فکر دنیا نباشد، فقط حریص نباشد، فقط بخور و به خواب نباشد، بلکه انسان این فکر را هم بکند که روزی باید پاسخگو باشد. خداوند عزوجل به ما توفیق عنایت بفرماید که ما از نعمتهای الهی بهره درست ببریم و صفت قناعت که واقعا صفت والایی هست و راحت آفرین است در وجود ما ایجاد بفرماید و خداوند تعالی فکر و غم آخرت را به همه ما عنایت بفرماید. و ما علینا الا هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب.